خونه رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خنده باره خنده 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 باره پمپ انرژی داره خنده 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 باره شادی رو در میاره خنده 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 باره پمپ انرژی داره خنده 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 باره شادی رو در میاره خنده خنده حالتون چطوره؟ حالی حال من چطوره؟ حالی شما خیلی باحالین؟ خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه؟ خیلی شما خیلی قشنگین؟ خیلی 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 به به حال خندوانه تو خونه چطوره؟ عالی ماشاءالله. خب دعا میکنیم آرزو میکنیم که همین الان همه مریض ها ایشالله از بستر بیماری بلند شن. واقعا الهی آمین. خب یه سری کارا واقعا هستن که این کارا اصلا به ظاهر به چشم نمیاد که میتونن چقدر مهم و عمیق باشن و به اندازه یک قربون صدقه انقدی مفصل میتونه کار کرد داشته باشه حال آدم رو خوب کنه. مثلا مثل ظرف شستن، با همدیگه واستین ظرف بشورین، خدا شاهد تا آخر ظرف شستن اگه حرفتون گل ننداخت با همدیگه حسابی گپ بزنی من اسمم عوض میکنم. این کارو بکنین، نشد زمین بزنین من اسمم عوض کنم. یا مثلا کار خیلی مختلف، گوشت پاک کردن. مثلا آقا گوشت پاک کنه، خانم بسته بندی کنه. اگه تا آخر این حرفتون گل ننداخت با هم قشقش نخندیدین من اسمم عوض میکنم. سبزی پاک کردن، سبزی پاک کردن، سبزی پاک کنه که خورد کنه، همه از این کارا. غذا پختن، مثلا لوبیا پلو میخواد درست بکنین، آقا داره اون خانم برنج آب بکشه، اون نمیدونم گوشت رو نمیدونم آماده بکنه، تفت بده چیزو مثلا لوبیا رو، اینا رو از این کارا بکنید. اگر به هرکره و قشقش خنده و اینا نیفتادین، کیف نکردین با هم دیگه من اسمم عوض میکنم. خیلی کارا، جارو برقی بزنین، یکی گردگیری بکنه با هم. اون تا اونی که جارو برقی میزنه باید بلند بلند حرف بزنه، صداش نمیشنوی آدم. بعد خیلی کارا، این کارا انقدر کیف میده. اینا فقط مخصوص زن و شوهرا نیستا، مثلا پدر و دختر، پدر و پسر، مادر و دختر، مادر و پسر، همینجوری خواهر و برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهر، همه با هم دیگه خانوادگی یه سری کارا انجام دادن. اگه یادتون باشه دکتر دوایی که اومده بودن خندمانه گفتن یه سری پروژه های مشترک باید خانواده با هم داشته باشن، پروژه های دو نفری و پروژه های مشترک. این پروژه مشترک گفتن حداقل 19 تا پروژه در ماه اگر نداشته باشن اوضاع خانواده ممکنه یواش یواش آسیب پذیر بشه و حتما باید داشته باشید. پروژه مشترک در حد اینکه دور هم بشینید با هم دیگه عصرونه بخورین یا یه چایی بخورین یا یه غذایی با هم بخورین هم پروژه مشترک به حساب میاد. خب بگیم آقای شاه‌حسینی بیاد قرعه کشی کنه. نه آقای شاه‌حسینی سلام، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، سپاس از تشویقتون، خیلی ممنونم. شما یه شماره بکشیم ببینیم نصیب 139. به نام خدا، امیرعباس آقایی هستم. آقایی حالتون چطوره؟ عالی. به به، دمت گرم. چه شماره ای؟ شماره 3.
شماره 3. آقای آقای، یک نفر انتخاب میکنی آواز بخونه، اگر طوری خوند که بقیه یعنی اکثریت این جنبهش رای داد، ایشون یه 100,000 تومان جایزه میگیره، شما هم یه 100,000 تومان جایزه میگیرید. اون آبسه. به نام خدا، سهیل ماشاءالله هستم از تهران. بری که علاقه ماشاءالله هم، برو بری. من یه پرندم آرزو دارم کنارم باشی، من یه پرندم آرزو دارم کنارم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم که دوست دارم کنارم باشی، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. منم شما را دوست دارم. رای بدین به آقای ماشاءالله. برنده شدید، هم شما جایزه گرفتی هم شما. سلام، محمد رضا کوهی. آقای کوهی چطورین؟ قربان شما. چه شماره چه شماره ای رو میخوای؟ من لورم، شما هم لور شدید. چه شماره ای رو میخوای؟ 66 هم و 6. حتما. شماره 6. چه میدونم، یه شاخه گل واسه این بخر. مبارک تونشه، ایشالله درست میشه. بریم یکی دیگه هم بکشیم. من اینجا 500 رفته دیگه نداریم. آقا همینی که این جلو بود بیا. خیلی خوب باشه. نه چقدر شونه. 120. واسه هم یکو بردارم. به نظرم تو برداری یه دونه. بله. به نام خود پرنیه محمدیان. خانم پرنیه محمدیان چطوری؟ خوبم. خیلی چکرین. بفرمی. شماره 5. 5. بله. آقا من اون یکو میخواستم بردارم. بزنین یکه رو بردارم. ایشونه دیگه. بزنین بردارم. شماره 1. نقش مهمی داشته در جایزه 500 تومانی. سلام. سلام. سید سمودین یاد خسرو هستم. چرا فامیلیتو نتونستید؟ من میشه آدم فامیلیشو نتونید. نه، خود شد. سید حسامالدین. سید حسام. دو تا نفس عمیق بکش. میتونی بالاخره بگو. سید حسامالدین یاد خسرو. یاد خسرو. چه شماره ای رو میخوای؟ به خاطر امام رضا 8. 8. خب ماجرای همسفره رو الان هممون در جریانیم و خدا رو شکر همچنان هم داریم تلاش میکنیم. تلاشی وجود داره، داره به چشم میاد، اتفاقات خوب داره میفته، ولی عدد دقیقی هنوز نسبت به این که چه تعداد کودک از 100,000 کودکی که از 400,000 تایی که بودن الان 100,000 تاشون موندن، نمیدونیم چه تعداد از این بچه ها مشکل تغذیهشون حل شده و برطرف شده. در جریان این دیگه 400,000 کودک زیر 6 سال تو این مملکت توسط وزارت بهداشت شناسایی شدن که سوء تغذیه دارن. سوء تغذیه های خیلی جدی، یعنی معلولیت ذهنی براشون ایجاد میکنه و معلولیت های جسمی. بعدها این بچه ها حالا اگر که زنده بمونن، اینها تبدیل میشن به موضوعات اجتماعی تک تک ماها. یعنی ما باید هزینه های بیشتر، متخصصین بیشتر، فضاهای بیشتر باید صرف بشه برای اینکه بچه ها رو بتونیم فقط نگهداری عادی روزمره بکنیم. در صورتی که این بچه ها اگه الان بتونیم هممون دست به دست بدیم کنارش این بچه ها، کنار این موضوع و کمپین بیستیم، این بچه ها با تغذیه مناسب که عدد بزرگی اصلا نیست میتونن که نجات پیدا بکنن و در آینده تبدیل بشن به نیروهای
کاملا مثبت، فعال، کارای این مملکت و متخصص این مملکت. همین الان بجنبیم این مشکل حلش کردیم. 100,000 تا کودک باقی موندن که مشکل سوء تغذیه دارن. هم سفره.ir این سایت رو تشریف میبرید، این وبسایت رو میرین اون تو، هر کسی که میخواد که لطفاً خیلی‌ها بخوان بریم نگاه کنیم اون تو و ببینیم چه کمکی میتونیم بکنیم. از همه کارخانجات، کارخانجات مواد غذایی که حتماً، رستوران‌های بزرگ حتماً، خواهش می‌کنم بچه‌هایی که الان پدر مادرشون توی این شرایط این شکل کارخونه دارن یا رستوران های بزرگ دارن، الان بچه ها اگه دارن میبینن، پدر مادر ها نمیبینن، حواسشون جای دیگه است، سر کارن، به گوش اونا برسونن که خیلی میتونن مؤثر باشن و حتما حتما بیان کنار این کمپین بیستن، ایشالا برطرف بشه سوء تغذیه این بچه هم حل بشه. خب آها، یه نکته خیلی مهم، ماجرا از این قراره که اتونو میگفتیم قرعه کشی 500 میلیون تومانی 780 یک جایزه 500 میلیون داریم. آقا وایسا، اصلا یک چیز مهمه اینجوری نباید آقا بگیم. بچه میسازی آماده باشه، اصلا یه میخوام شاد بزنم. این همه ما گفتیم 500 میلیون، همینجوری دارم میگم عزیزم، دارم همین الان دارم میگم، شمارش خودم میگم، اصلا به عهده خودم. آقا من هر شب تا الان خودم گفتم 500 میلیون تومان جایزه 780 که بود، یادتونه 30 روز دیگه، 23 شهریور روز قرعه کشی 780، 500 میلیون تومان برای رفتن کجا بذارم؟ چیکار بریم از اینجا میزنه بالا؟ آقا میخواین چیکار کنین الان؟ میخواین چیکار کنین؟ بهترین جا بحثم نکن، شماره معکوس خیلی مهمه، یک بار مونده تا اون 500 میلیون تومان. خب خب الان اینو کجا بذارم من؟ این وسط بذار، سه تا اینجوری بره بالا. الان این مثلث دیگه درسته، اینو بذارم کجا بشه؟ اینو بده من. یک بشینیم اینجا، دو همه دست بزنن، سه همکارای من جنبه اسپانسر و جایزه بزرگ ندارم. از الان تا 24 ساعت آینده تراکنش بکنید، قبض پرداخت کنید، شارژ بخرید و بسته اینترنتی بخرید، 10 تا شانس بهتون میده. از الان تا 24 ساعت آینده 10 شانس برای جایزه 500 میلیون تومانی به مناسبت شروع شمارش معکوس یک ماهه. بریم بیایم، یک دو سه بریم بیایم. حالتون چطوره؟ عالی. میخوام دعوت بکنم از کسی که همه رکوردهای گینس رو به گفته خودش داره و او کسی نیست جز خانم آقایون حامد گینس. سلام. سلام. هنوز همون جوریه، هنوز همه با هم جواب میدن. بله، این مدت هم نبودم هیچ فرقی نکرد. نه قرار نیست فرق بکنه. شما چطوری؟ کجاییم؟ کجا هستم؟ کجاییم واقعا؟ من کجام؟ بله، من مثل مردم عادی گفتم نیستم، من یه پام اینجاست یه پام خارج. خارج. خب بعد چیکار میکنی؟ میرم دیگه گینس ثبت میکنم میام.
همینجور رکورد ثبت میکنی. خسته شدن دیگه، جا نداره کتاب 20 صاحب، جا نداره دیگه، اون تو کف دست مینویسن. نه بابا، مسئولش تو کف دست میگه، بعد اینجوری میچسبونن رو کتاب. جا من دیگه خسته کردم این همه رکورد 20 صاحب. سلام مرسی. خب الان این ماجراش چی؟ خواهش میکنم دوست من از... اجازه میدین برم بشینم؟ خواهش میکنم. اجازه دست ماست شما. بفرمایید. امروز نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، 7-8 ساعتی در خدمتتون هستم. نه آقا، نه نهایتا 10 دقیقه. نهایتا همون 7-8 دقیقه. اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم. میشه دوباره بیا؟ نه دیگه اومدی. اومدم دیگه، چه کاری آخه. آخری چیزی که در گینس ثبت شد غذای من هست. بله، یه کوکوی اختراع کردم. میدونی که ما همه از کبد چرب و کبد کرب و اسنوت اشد و خلاصه آدم مریض میشه اینقدر غذای فست فود و روغنی. من گفتم چه غذایی درست کنیم روغن نخواد، آتیش هم نخواد، گاز هم میگن داره کم میشه، غذای همینجوری درست کرد. یعنی اگر اجازه بله؟ بدون حرارت؟ حرارت چیه؟ میگیم نه گاز نباشه، حرارت حالا میخوای بذاری بریز، میخوای نریزی نریز، حرارت مشکل نداره. خب گاز اونی که روشن میکنی بی صاحبو با فندک، اونو نمیخواد تق 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 زارد، اونو نمیخواد. چون هم گاز کمه هم گرمت میشه، تابستونه زمستون، حالا با گاز میخوای درست کنی درست بکن. خب مگه چجوری درست میکنی؟ آقا اجازه بده شما. معذرت، همش عجوله. بله داشتم از مینمودم که این غذا کوکوه، کوکوی خیار. شاید فکر کنید خیار چرا کوکو؟ هیچ جوابی واقعا ندارم. اگر اجازه بدید من شروع کنم به مواد لازم. بله. در کوکوی خیار. بله. سیب زمینی یک عدد. بله. تخم شربتی یک گرم و خردوی. چای سفید چی؟ چای سفید از سواحل آج، پودر قهوه، شکر، تخم مرغ میان سال، یعنی مرغش حتما باید بالای 5 سال داشته باشه. میگه که مرغ 4 سالگه، 4 سالشه انگار 20 سال ماست، 5 سالش باشه 30 سال است. 2 عدد لیمو ترش، هویج 3 عدد، خیارم مهم نیست، اگه بود میریزیم، اگه نبود نمیریزیم. پس چرا اسمش کوکوی خیاره؟ اسمش کوکوی خیاره، ربطی به خیار نداره. حالا چی؟ خیار میخوای به روز بریزی تو غذا به زور؟ خیار رو بودم خودم بخورم. شما میگین کوکوی خیار، بالاخره خیار داره یا نداره؟ چه بزن کوکوی همیش؟ همیش که نمیشه. دیم خیار ارزونتره، گفتیم خیار. خب دوستان عزیز، حامی مالی کوکوی خیار یه سرویس 15 پارچه قابلمه مایتابه، دوباره قابلمه طرح موزاییکی بدون حرارت بدون روغن درست میکنه. قیمتش 999,000 تومانه. اگر از طریق پیامک این برنامه بدید 9,900 تومان 7-8 نفر میارن دم در تحویل میدن تا یه رو من فرصتی پس بدهید. درش هم رو همه انجام میشه. و چرا اون گرما بوده انبساط شده داره میخورد. شاید بگی چرا 15 پارچه؟ 3 تا خود این قابلمه ایناست، 5-6 تا در داریم، یه دستگیره، 2 دستگیره، این پیچاش، 3 تا سایه داریم، یا هم میشه 15 پارچه. خیلی ما غذا رو شروع میکنیم با تخم مرغ. همه محصولات ویتامینش تو پوستشه. اونایی که تخم مرغ از پوست جدا میکنن نصف پتاسیمش رو بیرون میریزن. پودر قهوه، شکر، طرح موزاییکی محصولات ما، میدونی که تو این غذا مدیونید اگر غذاتون رو
غیر از این تو چیز دیگه ای درست کنید. از اتاق فرمان اشاره میکنن باید بریم و برگردیم پیامای بازرگانی. اگر اشکال نداره من میگم 1 2 3 بگیم بریم بیان. بله. نمیگم. میگی؟ آره. سریع بریم بیام تا تخمه مرغ فسد نشده باشه. فاسد. آفرین. 1 2 3 بریم بیان. اگر از پولتان خسته شدید، اگر جایی برای نگهداری پولتان ندارید، پولتان را به ما بسپارید. مؤسسه اعتبار مالی یه جور دیگه. پولتان را به ما بسپارید، یک عمر از دلشوره دق کنید. اگر میخواهید هیچ وقت رنگ پولتان را نبینید، به مؤسسه اعتبار مالی جور دیگه پولتان را بسپارید. برگشتیم؟ نه 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 تندقیز. دیگه خسته شدم. چه کار کنم؟ شوهرم هم از سر کار میاد ولو میشه جلوی تلویزیون، همش تلویزیون نگاه میکنه. نه خسته نباشیدی، نه حرفی، نه حدیثی، انگار چنیز رو برده توی خونه. خدایا من چه خوشبختم. چقدر خوبه که شوهرم میاد دراز میشه جلوی تلویزیون، هیچ نمیگه تا من آرامش داشته باشم. عزیزم آیا از کوتاهی قد رنج میبرید؟ آیا دیگر از این قد خیش خسته شدید؟ نگران نباشید، با قرص های افزایش قد متزم اسمیلی روزی 2 متر دراز شوید. اگر همین الان با ما تماس بگیرید و قرص های سنسلینگ رو درخواست کنید، هدیه شما پک قابلمه و تفلون امغزی به شما تقدیم میشه. برگردیم برگردیم. ده خیلی میاد جلو. به شما کاری نداره، اومده از بالا که عملیات آشپزی شما رو تماشا کنه. خانمای عزیز و حتی آقایون زنزلیلی که در منزل دارن غذا درست میکنن، همین که دیدید ما تخم مرغ و شکر و داستان رو ریختیم، میمونه به علت زیقه وقت تمام. 2 دونه لیمو داشتیم میندازیم داخلش، هویج رو میتر کنیم داخلش بدون گاز بدون روغن. اگر خواستید 1 ذره کرم دست صورت خیار بزنید به صورتتون. خب آقای جوان تشریف بیارید. وای عجب چیز مزخرفی شده. الان تعریف کردی؟ آخه واقعا چیه این؟ 1 ذره بخور، اگر بد بود اون با من. من واقعا همچین چیزی نمیخورم. ببین واقعا چرا نمیای؟ اون دفعه هم که آمپول درست کرده بودیم اومدیم نذاشتی بهت بزنم که اصلا یه آدم دیگه ای بشی. حالا اینو بخور. آقا کی حاضر اینو بخوره؟ آه کی حاضر اینو بخوره؟ نه واقعا نه، من اجازه نمیدم. نه آقا نه، از اون سلامتی من به قول میدم نمیمیره، مریض میشه، یه ما کماست. بعد یه ما استراحت مجبوری استراحت کنی؟ عزیز من جوونه، کلا شاید 16 سالشه. چند سالته؟ 17 سالشه. الان 17 سال یه ما نخوری ها؟ نه 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 نه, نه, نه من که خودم اصلا نمیخورم. بچه نه بو کنم بو بو کن. سرویس 15 پارچه قابلمه های ما را تو رو خدا همین الان پیامک کنی. خیلی ممنونم حامد جان. خیلی معذرت میخوام، همه شما ماجرای آموزشتون که در گینس ثبت کردید همش معطوف تبلیغات اینا شد. نه خب این حامی مالیه، ناراحت میشه اگه نگم. آره ولی شما اینقدر این نگاه کنید، این مزخرف و ساخت. اصلا این بهانه است، اصلا این بود که اینا دیده بشن. آها ولی این آه این مال موقع غذا کمه، این فاصله زیاده.
خب میذاری اینو میذاری اون تو درست میشه. ما برای همه چی فکر کردیم. من خیلی ممنونم از اینکه وقتمو در اختیارت گذاشتم و از همه تشکر. آقا چرا دست میزنی؟ یه جای دیگه ما برام آموزش بدم. نه واقعا اینا رو میگم براتون مرتب کنم. این واسه هفتیم بود. نشکنی. خیاره که میخوادی صبر کنی. آماده دارین تشریف میبرین؟ برم دیگه. واقعا؟ میدونی چرا؟ چون خیلی خسته شدم. به خدا نمیدونم چرا غذاهام خوب در نمیاد. عشق نداره توش. آره به نظرم. همه چیزش خوبه، فقط عشق نداره. خیلی ممنونم از اومدنت. من عاشق شما هستم. قربونت برم. ما دورا دور دوست داریم. خیلی ممنونم. از نزدیک خود خوشم نمیاد. به افتخارش. حامد امروز تولدشه و ما تبریک میگیم تولدش، انشالله 100 سال. خیلی مخلصم. سالیان سال. خیلی خوشحالم در کنار خانوادت باشی. ممنونم. شما هم همینطور. خیلی خوشحالم که تو روز تولدم اینجا پیش شما بودم. خیلی اتفاقی و واقعا انتظار ندارم. این کیکش از کجا شما اینقدر سریع واقعا کیک تهیه میشه؟ بله. ما رو شرمنده کرد. من خدمت شما عرض کنم که اگر اجازه بدید به من گن نذاری به کیک. نه نه نه. کیک رو خراب نکن. شاید رو اون جواب بده. طرح گرانیتی نه نه. دیگه خسته شدم اینقدر تبلیغ کردم. یه آرزو با صدای بلند بکن. یه آرزو تو دلت بد فوت کن. تو دلم تمام شد. بس میگی؟ بلند؟ از قبل آماده داشتم. آرزومند بهترین ها برای همه، برای همه مردم ایران، تک تک شما رامبده عزیزم. و امیدوارم همیشه شاد باشید، بخندید و کارت اعتباریتون پر از پول باشه و با تن سالم از زندگیتون لذت ببرید. ممنونم ازت. برای تو هم همینطور. ممنونم. بقیه چی مهم نیست. فوت کن. اینجوری خاموش کنم؟ هر کاری دوست داری بکن. اما این دو تا رو بردم استفاده نکردم. راست میگه الان به درد میخوره. گرم. ممنونم. در ادامه انشاءالله به همه تون خوش بگذره. عاشقتونم واقعا، از همین قد دوستتون دارم. ممنونم. من امسال دو تا تولد داشتم به لطف شما. خیلی خدرش. ممنونم خدرش. مخلص. کیکو ببرم؟ بله. خیلی ممنونم. قربونت. هیچکی نمیزنه کیکو تو صورتم؟ نه معمولا این کارو میکنن. لاخی دوست داری؟ نه 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 داشتی بسبسه میشه. خدا حافظ. امید دیدار. بالا بشن. نه بادا باد. نه تویی. ایشون انتقام شده؟ انتقام شده برای اینکه با شما عکس بندازه. عکس سلفی. و بعد اینو بزنم؟ بده من میگیرم. وش یا حوزنی. دلم برای تنگ شد. خارجم به یادت بودم. اونجا داشت کینگ حسینی. بیا تو خارج کینگ حسینی داشته.
چطوری؟ یک دو سه صدا من بیفته خدا به بریم بیاییم آماده یک دو سه تا قبل از اینکه دانیال بیاد اینو بهتون بگم آقا ببینید این فروش اقساطی اسنووا الان دو به دو میاد نمیذاره من حرف بزنم همه رو میخوان خودشون بگن فروش اقساطی اسنووا شما فکر کنید یه ال ای دی میخرین با روزی 2100 تومان قسط روزی 2100 تومان سه ساله هم پرداخت میکنین یعنی میشه ماهی 65000 تومان دیگه این آخه واقعا چیه دیگه ماهی 65000 تومان الان چی میگن بستنی هم به آدم نمیدن اینقدر و اینکه خیلی باحال شما همین الان یک LED خیلی خفن خوشگل ناز با کیفیت بالا میگیریم میذاریم تو خونه تا سه سال قسطاشو میدین و تموم میشه مال خودتون میشه ماهانه هم پرداخت میکنین روز 2100 تومان اون در ضمن توی این قرعه کشی 1 میلیارد تومانی هم شرکتتون میده این خیلی 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 باحاله آفرین آقا آقا جانم خیلی دیر رسیدم خب معذرت میخوام آقای بگیم اسنووا رو با هم بگیم دیگه اسنووا رو؟ بله بگیم دیر میشه گفتم خودم همه شو یک دو سه منی میان چطوره؟ آمین. خیلی هم عالی. مهمون این بار خندوانه یک رفیق قدیمی منه که کلی خاطره بامزه و باحال داریم با هم دیگه از کار کردن و کار نکردنامون از پول در آوردن و پول در نیاوردنامون از موفقیت ها و عدم موفقیت هامون و اینکه چقدر بهمون خوش میگذشت و این دوست عزیز من الان یک کارگردان بسیار خوب و معروف سینماست خیلی هم خوش اخلاقه خیلی هم خونسرده نه حتی استراب های بعض وقتی میگه ولی خیلی خونسرده بذاره که خیلی خونسرده شکمش هم گنده شده از من گنده تر الان بیاد ببینیم خانم آقایون دعوت میکنم از جناب آقای مازیار میری بفرمایید. با عزت. یه دقیقه واسه جانم یه دقیقه باشه. بیا اینجا.
خواهش میکنم صادقانه بگین. نده تو آقا نده تو، خواهش میکنم. مال من کوچکتره حتما. عزیز من، الان من و شما بالا با هم داشتیم حرف میزدیم، این نیست، ول کن. ریرا دختر مازیار، بلند شو ریرا رو معرفی کن، دست بزنم. این خانم قشنگ، این خانم محترم نبود، ما با هم رفاقت میکردیم، اومد رفاقت کردیم، انقدر شد همینجور بزرگ. بفرمایید. من میگم همش. خواهش میکنم ریرا، نه. این شکم واقعی باباته. بفرمایید حال احوال کنین، خوشحالم که ثابت شد که من هدرم نگه دارم. سخته. سلام عرض میکنم خدمت شمایی که اینجا هستیم و بینندگان داخل خونه. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا. مخلصیم. به تبریک میگم، خیلی خیلی برنامه درجه یک خوبی رو داری. هر شب و هر شب بهتر و اتفاقات خیلی درخشانی داره توی شبکه نسیم با حضور خندوانه میفته. خدا شد ممنونم. اعتبار شماها که رفقای خوب ما هستیم و میایین قبول میکنیم، میایم به خندوانه، خیلی موثره، خیلی زیاد موثره. مخلصی. ریدا تو خندوانه نگاه میکنی؟ آره واقعا. خب گپ میزنیم حالا با. چه خبر؟ داری چیکارا میکنی؟ فعلا کار خاصی نمیکنم. الان در حال کار خاصی نمیکنی؟ نه. مگه میشه؟ در حال اکران فیلم هستیم و خب خودش کم نیست. آره چون دو سه روزی است که اکران شروع شده. داریم کارهای اونو انجام میدیم و اتفاقات اونو و قرارم هست که برای تلویزیون یک سریال هم شروع کنم. به سلامتی. کی؟ فکر میکنم مثلا یه ماه دیگه پیش تولید. نه بابا. آره. برای کدوم شبکه؟ 5. شبکه تایکاندی کی؟ آقای رسام. به به. دوستشون. آخه. آره. مهران رسام و متن تو کی داره می‌نویسه؟ آقای خودسیانی. علی. همون گروه. بله. همون گروهی که با آقای بیرنگویی یک کمی شیرینه. آره یعنی کمدی اون سمش شیرینه. چه خوب. آره بازیگرات انتخاب کردی؟ نه هنوز هیچ. ما اگه بازیگر پیشنهاد داشتیم بدیم بهتون. حتما. شما تستاتون رو بگیرین بعد ببینه خوب بود استفاده آره. کنید. خیلی عمالی. فیلم تو بگو. فیلم سارا وایدا چند روز است که اکران شده، یک فیلمی است راجع به رفاقت اما از نوع دخترانش. ما معمولا همیشه عادت داشتیم بگیم رفاقت مردونه است، قول مردونه است، ولی سارا وایدا برعکسه، راجبه دو تا دخترن که پای حرف هم میستن تا پای مرگ. تا پای مرگ او. که سر قولشون میستن. یک فیلم اجتماعی است که با کمک همه دوستان و اتفاقات و همون ترکیبه که همیشه کار کردیم که غزل شاکری و پگاه هنگرانی دو تا نقش دوست رو بازی میکنن. مصطفی زمانی اون یکی کاراکتر ما بین این دوتا رو بازی میکنه که خب حالا بدن ببینن، خیلی داستانش تعریف نکنم بهتر. راضی خودت از فیلم؟ آره دو سه روز چند روزی که اکران شده میبینم که استقبال خوبی هم شده ازش. آره خوشحالم از این که چون همیشه حتما تو همین شخص رو دارید، دلشوره وحشتناکی داریم تا قبل از الان. من حال تو رو میفهمم که مثلا یکی دو ماه دیگه میخوای اکران بکنی. یه ماه دیگه. کمتر از یه ماه دیگه. اوه خیلی خطرناک بود. چون یه کمی بیا این فیلم ها رو ببینید خواهش میکنم. آره من میخواستم واقعا همین توصیه. آره واقعا فیلم ها رو ببینید. آره سینما برن. نمیخوام بگم که کدوم فیلم واقعا باید همه فیلم ها. بله. تو سبد تفریحی مردم ها باید خیلی فیلم دیدن، تئاتر دیدن اضافه بشه. مدتی به نظرم کم شده دوباره، یعنی یا نمیرن یا دلالی دارن. ببین نه یه چیزی وجود داره و خیلیشون میگن خب حالا دیویدیش میاد اینا بعد تو خونه میشیم تماشا میکنیم. واقعا حالی که تو سینما وجود داره و با مردم دیدن اصلا یه چیز دیگه است. اصلا فیلم ساخته میشه برای سالن و پرده. من چند وقت پیش یک فیلمی رو که دیویدیش در اومده بود دیدم، زنگ زدم به کارگردانش و گفتم من ببخش که نرفتم سینما و چقدر حال خوبی میتونستم داشته باشم با دیدن اون فیلم توی سینما و دیویدی اون حس سوال نداد به من. ولی اون خیلی اتفاق خوبی. مردم واقعا ازشون خواهش میتونم بکنم، خواهش میکنم که فیلم ببینن، سینما ببینن، برای اینکه زندگی و حیات سینما ایران به دیدن مخاطبینشه و اگر ازش جدا بشن واقعا حیاتش به خطر میفته. یه فیلم هم با هم ساختیم. بله. من خیلی میخوام کلی حرف بزنم. نه خود میکنید. ما این فیلم با هم ساختیم، من نوشتم بعد با هم دیگه کارگردانی کردیم به اسم این فیلم مهم نیست، اسم فیلم بود.
فیلم کوتاه بود، خیلی هم بازی کردن توش. بله بله خیلی. از سیامک انصاری تا مهرداد ضیایی، سید مهرداد ضیایی، خانم محتشم. آره خیلی دیگه خیلی ها بودن. حالا بعد اجازه بدی من از سال 76 به بعد تعریف کنم. اجازه اجازه بده. بعد این فیلم رو ساختیم، این فیلمه اون موقع نگاتیو بود، حلقه های نگاتیو، این روش می نوشته بود این فیلم مهم نیست. آقا چند بار تصاویر گم شد نگاتیوا، چند بارم نوارای صداش گم شد. دلیلش این بود که اونایی که اونجا بودن می خوندن این فیلم مهم نیست، می انداختن تای انبار. به خدا صداهاش سر هر دوش این بلا اومد، می انداختن اون تا ما می رفتیم دو می گفتیم آقا اسم فیلم مهمونینه، آقا اسم منشون بنویسیم نام فیلم، دو نقطه این فیلم مهم نیست. آره و بگو حالا هر گندی میخوای بزنی، هر چیزی میخوای لو بدی. بگم یا نگم؟ بگو دیگه. بگو. من میخوام برای آقای جوادی شرافت بگم. شرافت رو رعایت بکن و یعنی واقعی برگزار کن. انتقام نکنی. میخوام انتقام از مهمونا رو بگیرم ازت. کیرا که بودن اینجا. من سال 76 ازدواج کردم. یه خونه کوچیکی داشتیم توی خیابون اندیشه، و یه اتاق خواب بود کوچیک، و اون موقع تازه کامپیوتر بود، کامپیوترهای بزرگ و مانیتورهای بزرگ. گاهی اوقات رامبد میمد پیش ما میموند و فقط یادتون فکر کنید که ما خدا خدا میکردیم که همسر من بخوابه و ما آروم پاشیم بریم پای کامپیوتر. سبکون بذار بگم، بذار بگم، میشستیم معاشرت بعد خانمش رو خب مازیار بریم بخوابیم، منم رو کاناپه میخوابیدم. آره خب بریم سبکون میرفتن میخوابیدن، آروم صدای در اتاق خواب که من باز میشد میفهمیدم اون خواب این داره میاد بیرون. شما فکر کن که ما بیدار میشدیم آخر شب برای چه کاری؟ برای اینکه بریم بازی کاماندوز بازی کنیم. من را و کلی از دوی صبح هدفون و هی میگفتیم که نه از این راه باید بریم، نه میگفت نه این نمیشه. آره بس سر اینکه چه جوری باید اونو مدیریت کنیم. حالا فکر کنید که ما با هم دفتر زدیم که کار بکنیم. سه سال ما دفتر داشتیم، فقط یه تیزر توش ساختیم، شرکت تبلیغاتی. یه کار انجام دادیم ولی ما هر روز دفتر بودیم و هر روزم خیلی خوش میگذشت. خیلی چی کار میکردیم صبح؟ بعد دیگه این مانیتور منتقلش کردیم به دفتر و صبح میدیم چون خانمش دیگه رسما نمیذاشت. جلسه تشکیل میدادیم که ببین رام بود ما باید از این منطقه حمله بکنیم. آره. چون سربازای از اون ور میاد. بعد میگفت نه 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 اینجوری نیست، ما باید از این ور حمله بکنیم. میگفت نه نه. کلی با هم بحث میکردیم، کلی هم مهمون داشتیم و این فکر کردیم ما داریم کلی بحث روی کارهای آیندهمون داریم میکنیم، تیزر میخوایم کنیم و این کارا. خدا رحمت کنه آقای اینانلو. آقای اینانلو بود اونجا. آره آره ما و آقای اینانلو توی فضا بودیم، ایشون مثلا اینور دفترشون بود، ما اینور. زیاد همدیگر هر روز همدیگر میدیدیم و ما صبح به صبح اون موقع از این تلفن ها و اینا نبود که قدمش بتونیم گیم بازی کنیم. البته همچنان منم هنوز گیم بازی میکنم توی موبایل. خیلی خیلی جذاب. آره ریرا الان چند سالش شده؟ 15 سال. ماشاءالله. چجوری رابطتون؟ بذار زر باید صحبت بکنم. سلام علیکم. میتونی بشینی؟ نه دوربین تو ردیف جلوی دوربین راحت میگیردت. خب سلام. سلام. تعریف کن بینم رابطتون چطوریه با مازیار؟ خیلی خوبه. آره اصلا پدر نیست. یعنی هست ولی خب. چی نیست؟ خیلی تعریف خوبی بود. اصلا این بابا نیست. خب فکر کنم بخواست بگه رفیقی ما. آره. خب نه پدر که جای خود داره ولی خب مثل رفیقیم واقعا با هم. آره ببین قبل از اینکه من خواهش بکنم مازیار بیاد تو استودیو داشتم میگفتم خیلی خونسرده. ببین میفهمم به هر حال فشارهای زیادی داره تو کارش، توی حرفه ما داره. برمی که تو کارهای صنفی جدی زیادی هم میکنی، اونا هم استراب های خودشو داره و اصولا مازیار هم از اون دسته آدمایی نیستش که به کم رضایت بده، دلش میخواد اتفاقای خوب و بزرگ بیفته، اونا خودش موانع ایجاد میکنه. ولی بلد خودشو کنترل کنه، بلد خیلی بد اخلاقی نکنه، تندی نکنه. آره اینو داره نه تو خونه؟ بله ولی با بازی. تفریحاتتون چیه با هم دیگه؟ فیلم می‌بینیم ولی به اصرار من، یعنی بعد دیگه از سر بازی بکشونیمش که بیاد یه فیلم ببینیم. دیگه مازیار بسه دیگه، خجالت بکش واقعا. تو ایرانو گفتی دختر چی؟
تو ریرا رو آوردی نشوندی اینجا که نه 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 واقعا بذار تکلیف هممون رو جمع شه. خب فیلم میبینین با هم دیگه؟ بعد راجع فیلم با هم حرف میزنین؟ اگه بازی بذاره. غذا میخوریم با هم اگه بازی بذاره؟ نه غذا میخوریم. مثلا من هنوز غذا، من خیلی کند غذا میخورم. من مثلا من احساس میکنم که بابا یه لحظه بشین من غذام تمام شه، میگه نه من برم یه کاری دارم و میره بیرون کویز آف دی کینگ میزنه. خب بعد اون بازیش تمام میشه، مثلا شارژه موبایلش تمام میشه، اون یکی بازی شروع میشه، بعد تبلتشو میاره. یه حرفای خودمونو بزنیم. تو سر فیلم برداری هم بازی میکنی؟ نه. خب پس اصلا پیدا کردیم بیماری مازیار بیماری میریزم. آره. من واقعا بیشتر موقع باش تمرکز بگیرم. تو خودت هم اینجوری تمرکز میگیری؟ ولی نه دیگه اینقدر دروغ میگه؟ میکروفون شو باز بذارین، همواره میکروفون رو باز بذارین، چون قطعا چیزایی اون لالو میگه که به درد ما بخوره. بگو دروغ گفتی دروغ میگه. آره برای اینکه بازی که میکنه اصلا بازی تمرکزی نیست، یعنی اصلا ذهنت یعنی اصلا قفل میکنه به جای اینکه تمرکز. چی کار باید کرد؟ واقعا به نظر تو، به من رفیق قدیمی بابات هم مثل عموی تو، تو هم دخترشی، بگو منو تو چی کار بکنی؟ آخه ببینیم مثلا من مامان هم تصمیم که تمام موبایل رو جمع کنیم یه ساعت دو ساعت کسی دست موبایلش نزنه. موبایل من یه روبم نتونست. چی شد؟ رفت جا رو پیدا کرد. با اذیت کردن مامانم بالاخره یه جوری از زیر زبانش کشید که کجاست موبایلم. معتاد. خب آره. تو خودت چی اینجوری هستی؟ نه واقعا نه؟ نه من بازی نمی کنم اصلا. اصلا؟ اصلا. چی کار میکنی مثلا با موبایلت؟ خب اینترنت میچرخی؟ آره ولی خیلی چقدر؟ خب خیلی موبایلی نیست خوشبختانه. خیلی موبایلی نیستم. خب با یه وسیله، با یه دیوایس دیگه چی؟ با تبلتت؟ با اصلا. واقعا نه؟ آره خدا رو شکر همیشه فیلمیم تا این تلو، یعنی فیلم میبینم. باریکلا من نرفته تو کار به تو نرفته، تو کارگردان سینمایی، تو هم باید بشینی با اون فیلم نگاه کنی. میبینیم گاهی اوقات. گاهی میبینیم. فیلم بعدی داری؟ دلم میخواد همچنان دلم میخواد یه عاشقانه بسازم، یه عاشقانه جذاب. البته خب یک فیلم قبلتر از سارایدا حوز نقاشی رو ساختم که عاشقانه سختی هم بود برای من، تجربه خیلی خیلی خوبی هم بود برای من. ولی دلم میخواد فیلم تاثیرگذاریه. آره یک شانس خوبی آوردم که گروه درجه یک اتفاق افتاد و آمد. کیا دیدن حوز نقاشی رو؟ او اکثریت دیدن. شانس خوبی داشتم که چه جلوی دوربین چه پشت دوربین گروه جذابی جمع شد. کار خیلی خیلی سختی بود، خیلی کار سختی بود، مخصوصا برای دو تا بازیگرش، یعنی خانم جواهریان و آقای حسینی. خب کار خیلی خیلی سختی بود و رفتم توی این مؤسسه ای که این بچه ها بودن و شکلی بودن، کلی با اونا تمرین کردن و کار کردن و تا بتونن یاد بگیرن. اون عاشقانه خیلی خیلی سختی بود، دلم میخواد یه عاشقانه دیگه بسازم. بعضی موقع هم دوباره علاقمند میشم یه فیلم طنز بسازم. البته الان متاسفانه خیلی فیلم های طنز زیاد شده، فکر میکنم بعدا دیگه سال دیگه مردم خیلی دوست داشته باشن اینقدر زیاد طنز، ولی یه کمدی رمانتیک بعدا نمیاد بسازم. خیلی هم جذابه. خیلی جذاب. کمدی رمانتیک. تو باید بسازی. کمدی رمانتیک همیشه جواب میده، منم تجربهش کردم. تو تجربه کردی؟ پسر آدم دختر حوا بود و ورود آقایان ممنون. آره. تو تجربه کردی؟ تو باید این کارو بکنی. کمدی رمانتیک بسازم؟ آره. به نظرم جذاب تو میسازی. خیلی ممنونم. دوست داری میسازی؟ چرا؟ ولی آخه الان میخوام یه چیز دیگه بسازم بعدش. الان آره الان دارم میخواد راجع به آدمها و جوانها و نوجوانهایی که دلشون میخواد در فضای مجازی به هر قیمتی معروف بشن یه فیلم بسازم، یه فیلم کمدی. خیلی خوبه، چیز عجیبیه. به نظرم یک اتفاق اجتماعی خیلی مدرنه. خیلی هم الان زیاده، خیلی فراگیر شده، عجیب غریبه دیگه، واقعا حیرت انگیزه و با خودش یه معنی های جدیدی آورده که ماها نمیشناختیمش. آره و به نظرم خیلی خوب آدم بره سراغ همچین موضوعی. خیلی. ولی تو اصولا چون طنز خوب میسازی، خوبه که طنزای جذابی کار میکنی. چشم، شما لطف دارین.
خب اوه به شدت هم فوتبال یادم اومد. شما همایون هسته بعد اینجا کلی پشت سر من حرف زده بودی. بار فوتبالی آره یادم رفته بود. استقلالی ها کیان اینجا؟ استقلالی در حدی که با اصلا چیز دیگه. من خودم وقتی میرم استادیوم نمیشناسم. تشویقش بکنین استقلالی. ببین انقدر فوتبالی و استقلالیه یه جایزه ای رو رفت از کارلو ویواری بود. نفر از لندن بود. از لندن رفت جایزه فیلم گرفت آورد جایزه سینما. اصلا چه ربطی داشت؟ فیلمو گرفت رفت برد اهدا کرد به تیم استقلال. نونور بازی ها میکنی ها؟ دارن اونو؟ حتما دارن. خیلی هم بامزه بود وقتی که یه فینال مربی کی بود اون موقع؟ آقای قلنویی. فینال با جام حذفی بود این استقلال و سپاهان و من فکر کردم که قبل از اینکه این اتفاق فرداش بیفته من برم شب قبلش تو اردو این جایزه رو بدم و اینا روحیه بگیرم و رفتم اونجا و این کار کردم و اینها و فردا من دعوت کردن که خب بیا استادیوم اونجا هم باز این کار رو انجام اتفاق بیفته. اولا که خب دوستان سینمای خیلی ناراحت شدن که چرا اصلا این کار کردی تو یعنی چی؟ ولی جایزه آکادمی چرا تو داره به مثلا فوتبال فلان. ولی من فکر کردم روحیه خیلی خوب دادم رفتیم همه بچهای تیمم هم نشوندن و آقای قلنایی بهش گفتش که ببینید این جایزه رو گرفته و این کارشو کرده و من حتی همه چیزشو یعنی هر چی مبلغ و اتفاقات هم بود همه رو دادم که بدم اونجا. کمک نقدی هم کردی آفرین. اون روز باختن همین خواستم بگم و من رو نشستم رو جایگاه که دیگه روحیه گرفتن دیگه با این جایزه دو هیچ باختن از اونا نگفتی پس بدین؟ پس بدین میرم بابا همه رو پس بدین ولی قشنگیش میده گولاره که خود قلنایی برگشت بالای نگاهی کرد کار توه ولی آره دو هیچ باختن فوتبال جزا براشون اصلا مهم بود این حرفا رو اصلا جایزه رو میدادن بهشون برای اینکه اولا میخواستم من بخوابن شب کفتم اردو حسنه نداشتن چون بعد خیلی ازشون کار کشیده بود و تمرین کرده بودن اینا شام خورده بودن بعد من رفتم هتل المپیک آقای قلنویی گفت همه جمع شین تو اتاق من همه جمع شدن و یا خودش جمع شدن و تام ذوق منم ذوق حسابی فلان و بعدش جایزه رو گرفت دستش رو گفت ببین این رفته اینجوری و یه خاطره هم طرفی گفت ما یه دونه مدال کوچیک محلات می‌گرفتیم 10 جا قایمش می‌کردیم آقای میری یه جایزه بود از کجا بود گفت لندن آورده اینجا ولی داره ما میده اونا فردا خوب بازی کنیم گفتن باش اونم باش همیشه دو هیچ باخت دیگه فکر کردم که دیگه نباید جایزه رو بدم آره دیگه جایزه ندادی به هیچ کس تو هیچ وقت نرفتی استادیوم من نه من تا حالا نرفتم چرا تو پدرت که فوتبالی خیلی زیاد نمیدونم آخه نگاه خیلی جذابه تو استادیوم رفتم خیلی جذاب اینجا رفتین کسی تو استادیوم او خیلی رفت آره بریم بیایم گپمونو با مازیار میری عزیز ادامه بدیم و یه بازی هم با هم بکنیم بریم بیایم 1 2 3 خانم ها آقایان مازیار میری کارگردان سینما اینجاست چه جمله‌ای چه نصیحتی چه آموزه‌ای از پدر مادر از کودکی میتونی یادت باشه که بدونی همیشه باید اینو حفظش بکنی و منتقل کردنش به ما هم باحال باشه من انقدر نمیگفتن این کارو بکن کارات همه چی تو گوشم هست واقعا بگو بچه بده بودی گفتن این کارو نکن نکن هی گفتن نکن این کارم نکن نکن مازیار این کارم نکن تو بچه خوبه بودی؟ من آره من خواهرم خب خیلی از من اون خیلی درس خون و مؤدب و درست و همه
خانواده و فامیل بهش افتخار میکردن. نه کلاس نقاشی میرفت، کلاس موسیقی میرفت، کلاس و همه چیش مرتب. و من همه اینا رو میرفتم نامرتب و هیچی هم توش نمیشدم. تقریبا مثل خدا من کلاس موسیقی رفتم هیچی نشدم. کلاس ویولون میرفتم بعد ملودیکا میزدم. بابا میگفت یه بار بردارین ویولونه رو یه دوتا قشقش بکن ما دلمون خوش باشه، ویولون خریدیم یه کاری کردی تو. من رفتم کلاس ستار، گفتم خیلی خوب خوش آمده. واقعا میکنم چه چهار جلسه رفتم و گفتم نه این خوب نیست، دف خوبه. چی رب که من نداشت دف خرید و صداش خوش آمده. منم دو جلسه رفتم گفتم نه اینا خوب نیست. بچه شون دیگه موسیقی رو گذاشتی کنار برای همیشه. قهرمانانه گذاشتمش کنار. فیلمایی که مازیار ساختر یه دور بچه با هم بشنویم. قطع ناتمام، دومیش به آهستگی، سومیش پاداش سکوت. به آهستگی رو بعید میدونم خیلی دیده باشن، نه؟ کمتر دیده شده تر... کمتر دیده شده ترین فیلمته. نه فیلم کمتر دیده شده ای توه، جمله درستش. پاداش سکوت کیا دیدن؟ یک دو؟ دو نفر؟ مازیار این چه وضعی؟ کتاب قانون؟ آها بیشتر شد. کتاب قانون خب بیشتر از همه. آره. کتاب قانون بامزه هم بود. بله. آقای پرستوی بازی کرده بود. آره. حتی پادش سکوت هم همینطور بود. سعادت آباد کیا دیدین؟ حوز نقاشی که گفتین و سارا و آیدا که هنوز نرفتیم ببینیم. سوالم اینه که میشه قراری بذاریم در یکی از اکرانهای تو اعلامم بکنیم و این جمع هم بیایم فیلم تو رو ببینیم؟ بله خیلی هم خوبه. آره؟ آره. در یک سالن بزرگ؟ آره حتما. موافقیم؟ اعلام میکنیم در فلان تاریخ. جمعه حتماً. خوبه؟ حتما. شنبه؟ شنبه شب. شنبه ده شب. شنبه ده شب. خیلی. این همون قولیه که بدم من؟ آره این خوبه، اینو بذاریم به جای قوله. نه موافقی؟ نه من خواستم قول دیگه بدم. خب بگو که با هم کمک کنیم با هم. بگو هر موقع موقعش رو بگو. الان بگو. ببین من مدتیه که دلم میخواد که بریم این مدارسی که بچه های کار دارن توش کار میکنین در درس میخونن. آره مدرسه سوپر رویش. آره نیست شو نمیدونستن بریم و مثلا مدرسه ها هم نیست، یه مدرسه مشخص برای بچه های کاری. بریم مثلا باشون یه گفتگو بکنیم، 10 تا 15 تا کودک رو انتخاب بکنیم که شاید هم براتون بد نباشه توی کار، و یک روز درخشان براشون بسازیم. یعنی از صبح با هم پاشیم بریم صبحانه بخوریم، بعد بریم با هم یه ذره بگردیم، بریم کتاب خونی بکنیم با هم. یعنی من براشون یک قصه بخونم، قصه اتفاق بیفته، بریم نهار بخوریم، بریم یه سینمای فیلم ببینیم، بعد بریم یه نمایش، و یک روز خیلی خوشحال براشون بسازیم. خیلی دلم میخواد این کار بکنم. خیلی باحاله. فقط تو انتخاب فیلم‌ها و نمایشه من پیشنهاد میدم. آره تو فیلم تلخ و اینا میدی بچه‌ها ممکنه گریه کنن. نه نه آره میشه بود فیلم طنز الانم هست زیادم هست میتونیم بریم. خیلی باحاله. یک کار بچه. آره یک کار یک روز کامل واقعا مثلا صبح پاشیم با هم بریم یه جایی صبحانه بخوریم. بعد بیایم بریم یه جایی بگردیم. باحاله نه؟ ده تا از بچه‌ها با تو، 10 تا بچه‌ها با من. آره ولی یک روز با هم باشیم. اصلا میتونی برای خاندوانم براش یه گزارش درست بکنی. آره دیگه همین کارو می‌کنیم مثلا. خیلی هم خوبه. نشون میدیم ما تو خاندوانه. و واقعا یک روز کامل با هم باشیم و شب بریم. عالیه. تو هم میایی را. خوبه. و خواهش بکنیم از چند تا از دوستامون و همکارامون که بیان با ما باشن، براشون کتاب بخونن، براشون قصه بگن. و اینها رو عادت بدیم به حال خوب و از این سر چهارای کلیشوش کنار. خانم به مدرسه سوپرویش زنگ بزنید بگین ما به زودی میایم اونجا. هماهنگیاشو بکنین. عالیه. خیلی خوب. عالیه. دمت گرم. خب پس شنبه شب که میایم اونجا این جمع مهمون آقای میریان. بله. اضافه بر این جمع خودشون دیگه بلیت بخرن. بله. آره موافقی؟ هر چی شما میگین. عالی. برو بریم. مازیار اسامی که میگم حس تو راجبشون بگو. خانم مریلا زارعی. خانم زارعی بازیگر خیلی خیلی خوبی است. و دعوا کردین طالب با هم دیگه؟
بله. خانم زاره خیلی خوب میتونن با آدم دعوا کنن. برای خیلی زود خاموش دیگه. آره آره چون خیلی روی چیزه خیلی غیرتی و خیلی جدیه و شوخی نداره و اینها و نه من یه دفعه از دعوا هم نمیپرهیزه. خدا رو شکر با هم نمیدونم چرا دعوامون نشده ما. من یه دفعه ایشون براشون سوء تفاهم پیش اومد به نظرم. یعنی من یه روی استیج قرار جایزه ایشونو بدم و یه جمله‌ای گفتم ایشون فکر کرد که من منظورم به خودشه که قراره جایزه رو بگیره. چی بود جملت؟ من توصیه کردم که از این بعد با هم دیگه حالمون خوب باشه، با هم دوست باشیم. اون دورانی بودش که یک کمی تو سینما یک اختلافات زیادی بود و گفتم الان ما قبل از که جایزه رو اعلام بکنم دارم میخواد بخوایم که از همه همدیگه رو تحمل بکنیم و منتقد همدیگه رو دوست داشته باشیم. نمیدونم چرا بهشون برخورد و بعد ایشون واکنشش چی بود؟ خب واکنش بدی داشت ولی ولی تون گیر ولی بعدن چی بوده؟ آره بگو چی همینو سرچ کنی میتونی ببینی تو زیاد چیز هست همین بزنی ویدیو رو بزنی مازیرا ببینی میل نظاری 10000 تا اونجوری میان. خب بعد جشنواره شهر شد همین تازگی نه خیر جشنواره دوره قبل خب گفت بخش ویدیویی گفتن که تو داور میشی گفتم باشم داور میشم گفتم کیا هستن گفت شمایی و خانم زارعی نگفتم خانم زارعی گفتن که با من خف گفت نه چی نگفت نشستیم دو ما از در تو دیم خیلی عادی و خیلی خوب و دوست و من ازش معذرت خواهی کردم گفتم اگه فکر کنی من به تو منظورم واقعا نبود ولی هم خیلی ما هم دوستیم خیلی هم خوبه خیلی هم دلم میخواد باش کار کنم یه فیلم با هم کار کنم خیلی زیاد دلم میخواد باش کار کنم چون خیلی بازیگر خوبی است خیلی خیلی هم براش جدی سینما بله همایون اسدیان آقای همایون اسدیان خب رفیق درجه یکیه برای من و واقعا آرامش میشه ازش من خیلی من درونم خیلی دلشوره ایم خیلی دارم دلشوره همایون آدم عقله من آدم احساسم اون خیلی عقل با عقل تصمیم میگیره کاش من خیلی داشت هم آرامش میگیرم و واقعا برای همه چیز برای همه چیز باهاش مشورت میکنم و هر کاری میخوام بکنم حتما باشه گفتگوی خوبی میکنم آقای شهاب حسینی آقای بازیگر دیگه من خیلی به نظرم بازیگر خوبی است پسر خوشتیپیه من بهش خیلی حسادت میکنم چرا؟ به خاطر خوشتیپ بودنه چون همه ازش تعریف میکنم خیلی اخلاقش چطوره؟ خیلی خوبه خیلی خوبه خوش گذشت ما با خیلی بازیگر خوبیه خیلی بازیگر خیلی خواهش میکنم به بقیه بازیگرهای آقا که همشون عزیزان ما هستن همشون رفقای ما هستن و همشون درجه یکن خواهش میکنم این جمله من بر نخوره بهشون به نظر من بهترین بازیگر مرد ایران الان شهاب حسینی به نظر من هست عالیه خیلی خوبه و یه چیزی که شهاب داره به نظرم خیلی قابل تحسینه شور بازیگریشه این شور بازیگری براش تموم نمیشه یه موقعی گفته بود دیگه نمیخوام بازی کنم به نظرم خیلی نگران کننده بود برای سینما ایران آره که فکر کنم یه دفعه آدم هم چهره نه نه شهاب هنوز که هنوزه مثل یه پسر 20 ساله مثل یه آدمی که تازه داره وارد جهان بازیگری میشه شور و هیجان داره هنوز هنوز دلش میتپه هنوز میتونه خلق بکنه حد بد تیپ خوشگل آره زشت و ایناست ولی ابن ولی واقعا یعنی واقعا خدا حفظش بکنه شهاب دوست خیلی خوبه همه ماست همه ما بیننده هاش و بهش تبریک میگم تحسینش میکنم از صمیم قلب و آرزوی امیدوارم هر روز موفق تر براش بکنه قدرش خودشو که همچنان که میگم میدونم میدونه قدر خودشو بدونه برای اینکه واقعا سینما ایران به شدت بهش نیازمند آره سینما واقعا. ایران واقعا بهش نیازمند آره الان شهاب میتونه جز تعیین کننده ها باشه خب چقدر عالی آقای پرویز پرستویی پرویز که نازنین مردیست آدمیه که وقتی باش حرف بزنی و معاشرت باش میکنی کلی حالت خوبه خیلی من گاهی اوقات زنگ میزنم بهش اون زنگ میزنم اون که دارم بیام پیش دفتر حالم خوبه وقتی هست برن که کلی با هم میگیم میخندیم حرف میزنیم همه چی هم میگیم با هم دیگه و کلی کیف میکنیم کار کردنم باش خیلی جذابه یه چیز بامزه برای تعریف کنم که میدونی که خیلی خیلی سر تایمه دیدی که خیلی سر تایم صبح زود میاد برعکس تو من نه برسه آخه تو زودتر از همه میری
ببین فکر من سر پاداش سکوت دکتر من گفته بود که هیچ گونه چربی نباید بخوری، هیچ فلان نباره، هیچ نباید بخوری. فهم. و اون معمول پرستوی هنوزم برنج نمیخوره؟ نمیخوره. چند ساله؟ خیلی ساله. روزی یک فقط روز عاشورا میگه من یه برنج قیمه اونجوری میخورم. فکر میکنم بیش از 20 ساله که دیگه ایشون برنج نمیخوره. ولی کوه میره این روزای. خیلی خاطرات بامزه‌ای باش داشتم. این مراقبت از من میکرد که من هیچ چیز چربی نخورم. من یه روز ساعت آفیشمون ساعت 6 صبح بود. با مانفرد که هستی دوست درجه کیست ما و با هم خیلی کار کردیم، صبح ساعت 6 با مانفرد گفت که بیایم تو کرج بدیم. من صبح گفتم زودتر میرم برای خودم یک صبحونه مفصل میذارم قشنگ و اینا. چهار رفتم، چهار صبح رفتم، دیدم چهار صبح رفتی سر صحنه. برای دیگه 6 قرار بودیم، چهار من رفتم که دارم میخواست بخوری نمیذاری چیش کاری، نمیذاری چیش غذایی بخوری. آها جو دلت میخواست بخوری نمیشد. بعد فکر کن چهار صبح خودش کاملا گذاشته، نون سنگک گذاشتم، خامه و عسل قاطی کردم قشنگ گذاشتم و اینا، و گفتم یه تخم مرغم بزن. واقعا باورت نمیشه، مثلا چهار چهار رو بود. من اولین لقمه بشه اومد تو گفت میخوایی بخوری؟ گذاشتم زمین. و این اون خیلی بامزه بود. من بهش انقدر مراقب من بود که من بهش گفتم که پرویز من در یخچال رو که باز میکنم اینم تو اون نشستی میگی نخوری یا یخچاله. برای اینکه من یک ساندویچ رفتم با مهرد میرکیاری با هم دیگه، واقعا هم اون تلفن نزده بود، با هم ساندویچ بریم ساندویچ بخوریم فلافل اینا بخوریم. زنگ زد من گفتش که بذار زمین، بذار زمین ساندویچ رو به موبایل زنگ زد گفت زمین. چه درسناک. گفتن که گفتم نه من کاری نمی کنم، گفت بهت میگم بذار زمین. سیستم جاسوسی قوی داره. آره. مانفرد اسماعیلی. مانفرد که اصلا جگریست. خوشبال تو که الان باش کار میکنی. آره. خوشبال تو. آره من نمیذارم از پیشم بره. به خدا. آره یه موقعی بهش زنگ میزنم میگم که مانفرد بس کن دیگه، رامبد ول کن بیا پیش من. نمیذارم. من یه روز میدوزدم. نه واقعا. میام اینجا سوارش کنم میبرم. مانفرد اسماعیلی یکی از بهترین دستیار و برنامه‌ریزهای سینمای ایرانه که از فصل دو این افتخار به من داده که اومده کنار ما تو خندوانه هست، و هم با مازیار زیاد کار کرده، هم من باش زیاد کار کردم، با خیلی ها کار کرده. بعض وقتا مانفرد اسماعیلی اعتبار یه فیلمه، یعنی خیلی. از کارگردانه بیشتر معتبره واقعا برای خیلی از فیلم ها، برای خدای ما ها واقعا اعتباری که مانفرد داره میگن که مانفرد هست حتما کار خوبی خواهد. آفرین دقیقاً. همیشه میگن مانفرد سر فلان فیلم پس حتما خوبه. حتما خوبه. آره. چند تا داریم اینجوری مثل مانفرد که خیلی خوبن دیگه. چند تا یکی داریم که خدا حفظشون بکنه، میشد کاش ازشون چند تا زاره. آره واقعا ماشاءالله. نگار جواهریان. نگار هم دوست خیلی خوبی است. ما دو تا فیلم با هم کار کردیم. کتاب قانون نقاشی. فکر می‌کنم که یکی از معدود بازیگران جوانی است، امیدوارم به بازیگر جوان دیگه بر نخوره، که سینما براش خیلی مهمه. خیلی. نگار جز نسل جوانی است که سینما رو برای خود سینما دوست داره، نه برای شهرت و عکس رو جلد و اتفاقات و بله. سلفی گرفتن و اینها، و خیلی براش مهمه. مثلا در کتاب قانونم باز مثلا این نقش کوچیکی داشت، فعال بود، کار میکرد، گفتگو میکرد، میومد با بازیگر خارجی ما گفتگو میکرد، حرف میزد، و در حوزه نقاشی خب کار سختی رو خیلی داشت میکرد. و خوشحالم از اینکه دیده شد تو حوزه نقاشی، خب کاندیدای آسیا پاسفیک شد و اونجا براشون خیلی جذاب بود. هم دوست خیلی خیلی خوبی است، همسر یکی از دوستای منه، شما نمیشناسیش، اونم راضی خیلی خیلی زیاد. خیلی بعدش خلاص خیلی درجه که خوبه. کامبوزی پرتوی. کامبیزم نویسنده خیلی خیلی خوبی است. چی کار میکنه؟ یه فیلم ساخته. چه خوب. آره. یه فیلم ساخته. خب. همین؟ همین. لبخند بزن به تماشاچی توی خونه 15 ثانیه و رای جمع بکن. از کی؟ چی؟ از کی؟ آها. چه آماده است. آماده؟ 1 2 3 برش بشمارید از 15 بیاین پایین. 1 2 3 15 14 13 برات آرزوی موفقیت میکنم، بیش از پیش. متشکرم. و
آرزو میکنم که کمتر بازی کنی. به خدا جدی میگم، بیشتر با دخترت و همسرت وقت بگذرونی، دخترت بیشتر تماشا کنی. حتما جذاب بود یک تماشا. اصلا ما خیلی جذاب بچه دار، بچه داشتم خیلی جذاب، خیلی جذاب. خب پس اونو بذار کنار، اونو تماشا کن. به خدا اونو بذار کنار، با اون بازی کن، حرف بزن، ببرش بیرون، بریم با هم بگردیم، کیف کنیم. حتما دیوونه بازی در بیاریم. اصلا دیوونه بازی میکنین؟ آره دیوونه بازی تو خونه زیاد میکنین. خیلی جذابه. آره بابا خدا حفظتون بکنه، خدا حفظتون بکنه. خب مازیار، این مدرسه سوپرویش هم مدرسه بچه های کاره، 400 بچه کاریم تو دارن کار میکنن. یه قراری داریم ما با اونها که مهمون ما وقتی تشریف میاره مثل شما، این کارت میدیم بهش، من بهت میگم چه جوری بعد از این کارت استفاده کنی. تو توسط این کارت یه بچه کاری رو که میدونی کجاست، یا تو خیابون یا توی کارگاه جاییه، اون به واسطه تو اینجوری تو کانال میشی براش که بره تو مدرسه درس بخونه. رایگان هم میره درس بخونه. چقدر خوب، مرسی، مخلصم. حامی برنامه‌مون تقدیم به تو. ممنونم. هدیه‌اش یه کار ارزشمند هم از نظر معنوی هم از نظر مادی، با طلای 24 عیار، یک چند تا از هنرمنده بسیار خوبمون این کارو با دست ساختن و تقدیم به تو میشه. ممنونم ازت، مرسی. و لوحمون اینو ببر کنار، بذار کنار اونهایی که دیگه ندادی این ور اون ور. اینو به هیچ کس نمیدم. الان چیا داری جایزه؟ بگو. بگو. من هم از فجر دارم، هم از خانه سینما، هم در واقع جایزهای خارجی که وجود داره. اونا دیگه خونن دیگه نه؟ بله بله. اینو بذار کنار اون. چشم، حتما. باعث افتخارم. مخلصم. خیلی ممنونم. شما میتونید در کنار پدر از استودیو برین بیرون. متشکرم ازت. وردمون بازیات، اسباب بازیات. خیلی ممنونم که اومدی، مخلصم. جمعه میبینیمتون، شنبه. اصلا جواب ندارم. اسم شما چیه؟ فاطمه. فاطمه؟ به به، میخوام براتون قصه بگم. بخونم کتاب قصه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچ کس نبود. توی یه جنگل سرسبز و قشنگ، پر از گلهای رنگ و وارنگ، یه خرگوش صورتی با پدر و مادرش زندگی میکرد. خب خانم فرحی، خوب هستین؟ خیلی خوب، متشکرم. افتخار دادین امروز، به قولتون عمل کردید. بله به قولم عمل کردم و خیلی خوشحالم که این شرایط رو آقای جوان فراهم کردن که من امروز بیام برای بچه ها قصه بگم. خونه اونا دوتا قارچ بود، قارچ کوچیک اتاق صورتی بود. صورتی دو تا دوست مهربون داشت، یه لحظه استراحت نداشته، فقط و فقط بازی میکرده. بفرمید که چرا این قولو دادین؟ چرا خیلی کار دیگه هم میشد کرد؟ راستشو بگم انگیزم نوام بود، برای اینکه بسیار بهش فکر میکنم و عاشقانه دوستش دارم، دلم میخواست برای یه سری از بچه ها قصه بگم. یعنی فضای این محیط رو الان خیلی دوست دارم. الان یه ذره این دلتنگی جبران شد؟ خیلی. برای نوه جان هم قصه میگید؟ زیاد. چی صدا میکنه شما رو؟ بی بی. بی بی، بله، مثل مادر بزرگای قدیم بهش یاد دادم سالها پیش که منو بی بی صدا کنه و در ضمن مخفف اسمم هم هست. آره دیگه. شما چی صدا میکنید مادر بزرگو؟ مادر جون.
دختر شما مادر بزرگش چی صدا میکرد؟ مونی اینجا نشسته، این هم پدر مادرشن، حرف اونا رو گوش نمیکرده، قضا نمیخورده، اصلا به قضا لب نمیزد. امروز اینا هی سوال میکردن، هی نمیدونم حرف میزدن وسط قصه اینا. صورت خیلی شیرین بود و دوست داشتنی، خیلی شیرین بود و این صبوری و به اصطلاح تحمل و من از وقتی که نوه دار شدم و این نوه‌مو دارم فکر میکنم پیدا کردم. و در ارتباط با دختر خودم شاید چون جوانتر بودم و عقلم نمیرسید، شاید چون جوان بودم خیلی این حس رو نداشتم به این اندازه، ولی الان بسیار پرحوصله و خدا رو شکر پس آدم نوه دار میشه ممکنه یه ذره با حوصله بشه. یه ها خرس توپولی رو میبینه، یه ظرف، آره این خرس توپولیه که یه گذاشته بوده ظرف عسل رو پاشو همینجور عسل ها رو میخورد و توپولی شده بوده. شبی که برنامه‌تون پخش شد آره. کجا بود میخوام فرید؟ تو منزلم بودم و مشتاق بودم که این برنامه رو ببینم و واکنش‌های زیادی هم از دوستان و آشنایانم داشتم. منو دیده بودن تو تلویزیون برنامه آقای جواد. خندوانه برنامه خیلی مفرح و شادیه و خیلی پر مخاطب. مردم نیاز دارن به اینکه برنامه شادی رو ببینن و تو خونه هاشون هم هستن، آسایش خونه شون رو دارن و این برنامه رو میبینن. بسیار برنامه جذاب و شیرینی. کجاشو خیلی خوششون اومده بود؟ خاطره ای که در رابطه با فیلم هامون بود و آقای شکیبایی. آره اون خیلی هم همه جا منتشر شد. سنجاب قهوه‌ای توپولی و کلاغ سیاه قارقاری. ببین فاطمه، اینم سنجابه و اینم کلاغ سیاه قارقاری. خب سلام برسونیم به نوه عزیز و ممنون که امروز تشریف آوردید. مرسی. قربونت. حالتون چطوره؟ عالی. به به، شما خیلی باحالین. خیلی. خانم آقایان فراموش نکنید، تکرار میکنم که روزی 2100 تومان بذارید کنار یه تلویزیون LED اسنووا رو میتونید تصاحب کنید که ماهانه هم پرداخت میکنید و به مدت 3 سال قسطی 36 ماه، خیلی هم راحت، روزی 2100 تومان که ماهانه پرداخت میکنید. باز تکرار میکنم و اینکه اوه قرعه کشی 1 میلیاردیش، فکر کن 1 نفر 1 میلیارد تومان جایزه. بریم بیاییم. 1 2 3 خیلی هم عالی. اگر موافق باشید میخوام براتون از یک قصه ای حرف بزنم که به به آقا نیما بخواستم. حال شما؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. قربونشون برای شما نیست ولی میتونی نگه داشت اگر بخوایم. مال من نگه... نیست؟ نه مال شما نیستش. از چیه؟ من میخوام برم خواستگاری، بین راه اومدم پیش شما برای خواستگاری. این بازم؟ بله بازم تشریف برد خواستگاری؟ بله. تموم نشد؟ نه امشب دیگه باید تکلیف هم مشخص شه دیگه، روشن شه دیگه، پرونده باید بسته شه امشب، اتفاق بیفته ما به سر و سامونی برسیم بریم سر خونه زندگی. همش هم که نمیشنوی شما از هر کی دیگه، که رفتی همون خسته. لازم نیست هی بگی شما اینو، میدونم هی نمیشنوم، اومدم از شما کمک بگیرم همسر فرضی من بشید. بلی همسر فرضی من بشید. بذار کامل بگم. من سری موزه گرفتی. خب همسر فرضی من بشی، من برم به اشتباهات خودمو که تو خواستگاری‌های قبلی میرفتم و دیگه تو بعدی جبران کنم. درس عبرت چه برام؟ نه یعنی من بشم به جای اون بله. دختر خانوم. بالاخره من سری اشتباه داشتم میرفتم خواستگاری دیگه، که وقتی الان مراسم خواستگاری برگزار میکنیم من بفهمم که شما بله ایراد و اشتباه دوستانم اگر نکته دیدن بگن به من به مثلا خودش. حالا دوستان شما ترجیح شمایی، میخواید گل دست شما باشه؟ میخوای برید؟ نه یک کت میاد روی اینه.
آره به نظر میزه رسمی‌تر. رسمی‌تر دیگه. الان لباس قبل از خواستگاریه. اومدم اینجا تمرین کنیم با هم که بعد برم من. آره شیک و مرتب و قشنگ مردونه و موهای مرتب و خوشگل. موی دیگه رو سرم نمانده ولی باشه. نه بابا چرا؟ همش پوشه. از اقصانوقات سر کشوندم و بردم بالا. هر چی به هر حال اون گیره. موی شما بیشتر از من. اون قدیم بود آقا مو داشتیم تا اینجا الان همش ریخته. خیلی خوب باشه. کجا بشین؟ کجا؟ مبارک آقا مبارک. ده. بله. یعنی چی؟ آقا شنیدم. مبارک مبارک چیه؟ متشکرم شما خواهش می‌کنم. بفرمایید. ببخشید. بیارم جلو. به به به. چه روزیه. شما بفرمایید. شاه حسینی جان. بفرمایید. شما بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه 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 نه. وایسا. از چی شروع کنیم؟ چای میارم. از اون شروع کنیم بعد همینجوری بریم جلو. من الان برم چایی بیارم. آره دیگه چایی بیار که بفهم. خواهش میکنم در خدمتتونیم که اگر بیام اده بابا وردار دیگه. ای ندیدم شما رو اومدین. ببخشید من خیلی سر بزیرم. متوجه نشدم. اه ممکنه همچین جمله‌ای بگی تو خواستگاری؟ گفتم بعد یعنی اعلام می‌کنی من خیلی سر بزیرم. سر بزیرم محجوبم بگم بدونم. نه آقا چه ربطی داره این حرفا رو نباید بزنی. چیکار کنم؟ یه بار دیگه بریم. یه نگاه بکن، یه نگاه بکن بعد عرضی نگاهی نداره. سر بزیر باش لازم نیستش که حالا چش تری بگی. میشه یه نگاه هم کرد. شما اینو میگی. بله یه نگاه بکن. نه هیچ بعدم بریم دوباره بیاین. دوباره بیاین. چای سرد شد از دهن افتاد. قشنگ چای داغ بریز بیا. شما تو وضعیتت قرار بگیر. بله. چشه درد لکلوچت هم جمع کن دیگه این چه وضعشه؟ چته؟ چرا اینجوری؟ چه همچی میکنی؟ چایی تو برده دیگه آقا. خب رو میگی نگاه کن. مگه نگفتی با من نگاه کن؟ آقا زل نزن به چشم دختر خانم دیگه. بس بس دیگه خجالت بکش دیگه. نه به اون نه به این. خیلی خوب. با چیکار کنم از فقط چایی رو بردارم. چایی رو بردارم. چایی بردارم تموم میشه میره دیگه. خیلی خوب. یه چایی دیگه. یه چایی تموم میشه میره دیگه. راستش همین. اومدم. خب چه چایی بردارم من؟ چای داغ بردارم، چای خوشمزه بر کدوم چای شما میگی بردارم من؟ من میگم چای این پر رنگ است یا این کم رنگه؟ اصلا نمیدونم هر کدوم برای قلبتون بهتره همونو بردارم. همش که برای قلب من بهتره ولی حالا اینو بردارم. آقا ولکام حسلمون سر رفت. یه چای میخوای بردارید؟ خب دارم انتخاب میکنم. دختر دیوانه میشه یک ساعت. چرا سینیو انداختی زمین؟ ایستگاه شما واسته برای همه داره چای میاره. اول کن عزیزم چای آوردن همون اول بگو خیلی ممنونم من چای نمیخورم متشکرم تمومشو بده. خیلی خوب اینو میگم ولش کن اصلا از اینجا شروع نکنیم. خب بگو از اون قسمت شروع کنیم که میگن برید تو اتاق با هم صحبت کنید. تنها با هم صحبت کنید. خیلی اون قسمت رو تمرین کنیم. بریم. باشه باشه الان قسمت تمرین بکنیم. ما الان اومدیم تو اتاق. خیلی خوب ماشینو بدم اونجا بیام. به نظرم اونا رو دیگه ول کن دیگه نچسب. بذارم تو حال بیام من. بله تقدیم کردیم چون دوتایی با همیم دیگه میخوایم صحبت کنیم. اونا رو تقدیم میکنی به پدر؟ اونا که گذاشتم اونجا. من شیرینی ها رو گذاشتم اون تو اومدم. خوبین؟ متشکرم شما خوبین؟ همه خوبن؟ بله خانواده خوبن؟ همه خوبن دیدین که همه رو. بله قربان. بله. شما چه رنگی دوست دارید؟ من آبی. ای چه قشنگ رنگ آسمون. چه غذایی دوست دارید؟ خیلی غذاها. غذاهای ایرانی. مثلا غذاهای ایرانی. یکیشو بگو. قرمه سبزی، خورش شکرخس. خب بس یکیشو. کتله. یکیشو. یه غذا رو که من تو ذهنم باشه. بعد اینکه شما پدر رو بیشتر دوست داری یا مادر؟ من هر دوشون رو خیلی دوست دارم. عزیزم چه قشنگ. کدومو بیشتر؟ من همشون رو دوست دارم. همشون نیست، دو نفرن دیگه. آقا چه سوال مزخرفیه این سوال. خب من چی بگم؟ خب باید بدونم چی دوست داره دیگه. خب هم پرتو سوال کلیشه یار میپرسی جواب نمیگیری. کلیشه چه رنگ که مهمه، غذا که مهمه. خیلی خب حالا اینا که اینا تعیین کننده نیستش که اینقدر که
راجب آرزوها حرف بزن، راجب آینده حرف بزن. چیز تعیین کننده بگم. آره چیز مثلا من سوسک دوست دارم. چندشم نمیشه. شما چندشتون میشه سوسک میبینی؟ خیلی. خب لوسه دیگه. دوست ندارم من اونو. چندشت نباید بشه دیگه. بعد دوست. خب من چندشم میشه. من سوسک ببینم شما رو صدا میکنم بیا. مسئله مهمی بود گفتی بگو منم گفتم. آخ. نیما جان یه چیزای مهمتر بگو راجب آینده، راجب زندگی، زندگی مشترک. من دوست دارم توقعاتت از من دوست دارم سه تا فرزند داشته باشم. خوب. اسماشون هم انتخاب کردم. چی؟ نیما و نیوشا و نسترن. دوست دارم یکیشون شبیه خودم بشه، یکی شبیه بابام بشه، یکی هم دوباره شبیه خودم بشه. همه اسمایی که گفتین اول اسم خودتونه. بله اسم من مهم نیست، ری نمیخوایم باشه. چرا اسم شما هم مهمه؟ ولی ترجیح اسم خودم بود دارم میگم دیگه. اسم خودم بود دارم میگم مهمه. خب میتونه قبول نکنه. چی شده الان؟ بعد چی همشون هم شبیه شما بشن؟ بله همشون شبیه ما به خانوادمون هیچ کاره ایم؟ ما ژن نداریم کار بکنه؟ چرا ژن شما میتونه کار بکنه؟ من به ژن شما چی کار دارم؟ از توقعات طرف بزن. خیلی خوب آقا بچه رو که من بچه که کی میتونه تعیین کنه؟ به زنش بگه ببین بچه این من میشه. دارم میگم میگم اسمشو انتخاب کردم. سه تا هم هست. دوست دارم. گفتم دوست دارم. خیلی خوب. اولی شبیه خودم بشه، دومی شبیه پدرم، سومی شبیه خودم دوباره. باشه. حالا میگیم سومی شریک شی با. نصف از من نصف از شما باشه. سکوت شما علامت رضاست گویا. خیلی خوب. مبارکه. 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 برو برتر. مبارک نبود؟ نه عزیزم برو برتر. این مزخرفاتو که میگی قطعا دختر خانم به تو میگه نه. چرا؟ نمیشه که اینقدر خودخواه که خودخواه نیستم. گفتم انتخاب کردم. گفتم سه تا اسم. اجازه بده من جای دختر خانم بگم که من از شوهرم چه توقعاتی دارم. خواهش میکنم. من از شوهرم توقع دارم که منو در جریان همه چیز قرار بده. نه نمیشه. نمیتونم. چرا؟ دوست ندارم غریبه تو زندگیم دخالت. غریبه چیه؟ من زن تو هم. نه انتظارتون زیاده. توقعتون یه ذره بیارین پایین تر. یکم بیاری پایین تر. طوری نمیشه که من توقع دارم از همسرم که تمام مسئولیت و تصمیم گیری خونه زندگی رو بسپره به من. اصلا که اینجوری نیست. شما از کنترل تلویزیون تا درب یخچال کنترلش و اختیارش با منه. اختیار میخوای خونه پدر. بفرمایید. من از شوهرم توقع دارم که از در که میاد. آها من از شوهرم توقع دارم که اجازه بده من تحصیلاتمو ادامه بدم. چرا که نه، پدر هزینه‌شو متقبل شه. شما به من مشکلی ندارم. واقعا مشکلی ندارم. همینجا دارم اعلام میکنم من مشکلی ندارم. پدر هزینه من از همسر آینده‌ام توقع دارم وقتی از در میاد تو با لبخند بگه سلام. قول نمیدم. از همسر آینده‌ام توقع دارم از در میاد تو کفشاشو در بیاره. کفشو که اصلا نمیتونم قول بدم چون در نمیارم من معمولا. همه جا با کفشم، یه جاهایی به خصوصی کفشو در بیارم. اصلا رو مبل که با کفشم من، تو آشپزخونه که با کفشم، یه جاهایی حالا رو فرش با کفش نمیرم. از همسر آینده‌ام توقع دارم که پرشور و پرنشاط باشه. مهمونی بریم جمع بشیم دور هم دیگه، آشپزی کنه کنار من. نمیتونم. سختم. دوستم ندارم. خیلی هم شما پرتوقعی. ببخشید من اینو میگم، واقعا تو دلم مونده بود بگم اینو. واقعا پرتوقعی. اصلا نمیشه که. بریم. ببخشید مامان. بریم دیگه. نه بریم، من نمیخوام. به درد هم نمیخوریم. بفهم واقعا هم کسی به تو دختر نمیده اینجوری. خب معلومه کی بری خواستگاری، هیچ کس به تو دختر نمیده. کی به این دختر میده؟ کی میده؟ هیچ کی. اینقدر پر رو، اینقدر وقی، اینقدر همراه چیز. غیر همراه چی؟ غیر همراه. آقای شاه حسینی اون صندلی ها رو ببرید. خداحافظی بکنیم ازتون. بهتران مردم عزیز ایران بلند شیم. مردم عزیز ایران خواهش میکنم در این تابستون امسال، خواهش میکنه هممون، بسیار بسیار وضعیت بحرانی داره وضعیت آب و وضعیت برقمون و حتما حتما باید مراقبت بکنیم. اگر نکنیم
گریبان خودمون رو خواهد گرفت و اوضاع خوبی در پیش نیست. لطفاً همه مراقبت بکنیم از مصرف زیادی برق و زیادی آب. حتی به نظرم یه جاهایی مصرف برق رو کنترل کنیم، کولرهای گازی رو کم بکنیم، خاموش بکنیم، یه ساعتهای خاموش بکنیم، مخصوصا تو اوج مصرف مثل ساعت 11 تا 3 و 4 بعد از ظهر و از اون طرف هم هول و هوش 6 و 7 شب تا ساعت 10 شب. این ساعتها زمان اوج مصرفه و کم باید بکنیم. خب مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزیم. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنیم. خیلی. دعا میکنیم که در کنار خانوادتون باشید، راضی باشید، پر روزی باشید و سلامت، و انشالله که همه مریضام از بستر بیماری بلند شد. مخلص هم بود اونجا. 1 2 3 شاد باشید. اون چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه. اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه. میبنه از هوش خندت کوش، خندوانه. هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه. کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن، و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه، تو دلمون عشقا میکوبه. بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه، تو دلمون عشقا میکوبه، میکوبه، میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه. اون چیه که همه رو میخندونه، که نسیم کوش، خندوانه. اون چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه. اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه. میبنه از هوش خندت کوش، خندوانه. هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه.